کروک سقفش دستیه. اینی که اینجا میبینید کاملا فیکه. دل و روده سقفش هم کاملا پیداست. چیزایی در مورد فورد شلبی جی تی 500 که کمتر جایی میتونید پیدا کنید. داغون ترین خودرویی که توی دبی وجود داره رو مهران امروز برامون رنت کرده که بررسیش کنیم. همه جاش میلرزه. بابا این چیز دلش شاد میخواد برقصه. شیک داره میره. گاز میدی کج میره. این اتاقش داره اینجوری میشه. مثل اون پیکار من نمیدونم اینو چنگ گرفتی. پیداش کردی؟ باش پیداش کردی. عجب اومده. تصادفیه. تصادفیه باشه. ویدیو رو لایکش کنیم اومدیم تست و بررسی رو بگیریم. توی کانال مهران کاملش هست. ولی خب من میخوام یه سری نکته باحالی که در موردش هست همه جایی نمیگم بهتون بگم. مثلا این بدن این داشبوردی که میبینید اصلا به این ماشین واقعا نمیاد. یعنی این ماشین الان شلبی جی تی 500 مثلا، ولی اینجاش پلاستیکیه مثل پرایده. کلا امروز من با این ماشین حال نکردم. نمیدونم چرا اصلا حال نکردم. بابا تو بعد بری همون پراید پیکان سوار بشی. درسته که من ماشین خفن سوار نشدم، ولی خب سوار میشم باید حال کنم با این ماشین. نه اینا من بهت حق میدم. من یه جوری ام باش. من به ارتباط نمیگیرم باش. دلیلش هم اینه که این ماشین تصادفی بوده. بعد همین جا جالبه. ببین مثلا اینجا رو میتونستن خیلی راحت کربن بزنن. آره اینجا بعد مثلا فیبر کربن یا از جنس این. الان کیفیت این خیلی خوبه. چرم نرمه. پلاستیک نرم. نرمه. چرم. آفرین. ولی به نظرم اینجا جالب نیست. پلاستیک ارزونه. یعنی آره اینجا این شکلیه. بعد اینجا رو نگاه کنید، اینا یه خورده درزه. حالا نمیدونم این ماشین اینجوری بوده یا اصلا اینا همشون اینجوری هن. یکم شلوغه، قرص و محکم نیست. هم میبینید این دست میکنید نگاه کنید. الان که من دارم رانندگی میکنم یا مثلا دارم میشنم پول ماشین داره ضربه میخوره. میبینید پول ماشین خودش داره نمیده من سوارشم. الان بهت میدم سوار. چون که سقفش کروکه، خب این که بهتون گفتم سقف دستی دارم کامل براتون توضیح میدم. کروکه و تکون میخوره این صدای سقفش و اتصالاته. اینجا یه سری اتصالات توی اینجا هست که چف میکنه. اینان دارن صدا میدن حس کنم. من حسنم صدای کاپوتش باشه. صدای کاپوتش هم میتونه باشه. خب اینی که میگم سقفش دستی اینه. آره رفت. تو من اینو گرفتم. اینو باید بچرخونی سقف باز میشه. خب اینو بذار وایسادیم بهتون میگم قشنگ کامل. سنسورای چیزش هم اینجاست. مثلا نور و سنسور باران این داستان هم اینجاست، ولی یه طرف بود. باحال بود من اینو دیدم. داشبوردش هم بهتون نشون بدم که چیه. ولی خب کامل‌تر این ویدیو رو میتونید تو کانال مهران ببینید. این پشتش هم یه جایی داره برای گذاشتن دفترچه و اینا. این پشت یه دونه داره. دو تا است، دو تیک است. باحال بود. قفلش هم داره اینجا. بعد دستش این بغله. یه دونه مهران هم توشه. دستش هم کناره. شکمو دادی تو. ایرمکشم آره دیگه. کبوت سمتا. کبوت شدی. اینم ایرمکشه. ایرمک. میز تو فرمون اینجاست. ایرمک سفارشیه. فقط میتونید از اینجا بگیرید. اگه میخواهید این ماشین رو این سفر رو کشید بالا. آره شتابی که از این ماشین گرفتی رو 6 ثانیه بود. 0 تا 100 شد. آره 0 تا 100 گرفتی یا مایل؟ 0 تا 100 100 گرفتی یا حواست بود؟ آره چون الان مایل خیلی باحال. تونل یس تو تونل رو نگار تست کرد. سرعت تو کم می‌کردی بعد باز می‌دادی. من خیلی می‌ترسم از این. تو از دور می‌بینی کشور. آه آمبولانس نگاه. خوش بود آمبولانس. کنسرت می‌گیرن دیس بدن. بعد با این دندش ور میره انگار منواله. حال میده یه دونه دی و یه دونه اس. یه دونه دی و اس هی میره رو دی هی میاد روی اس. بذاره شوف چیز بذاره شوی پشت فرم. الان رو منواله. با دنده فرمو شده استفاده میکنم. بزنم ماشه ولی باید یه گاز بدم دنده چهار سرعت نوازد. باستا برم دنده سه. دنده سه سرعت 96 تا. خیلی شتاب داره. میپره. داداش اشتباه رفتیم. یه ماشین چینی میبینم اونجا. عجیب بود برام. عجیبه. اتوبان های دبی خیلی باحالن. میبینم یه دونه مسجد اینجا. الان دقیقاً 8 تا لاین دارن. همشون معمولا لاینشون بالا، یعنی 3 تا خیلی کم دارن. چیزایی که اینجا داریم برای رادیو پخشش و کلا LCDش و اینا، کولر دوال داره. خب اینجا وقتی که میزنیم میاد روی LCD که چه میتونی دماشو گرم کنی یا سردش کنی. خب گرم کنه سرد کنه هم داره. AC و اوتو و مکس AC هم داره. مکس AC بزنم. اوه نازنم. حالا اینجوری هم میتونی کم و زیادش کنی. دکمه‌هاش این شکلیه. این چیزاییه که من کامل براتون توضیح بدم. شیشه عقب گرم کن، شیشه عقب و گرم کن شیشه جلو و اینم سمت مهران و راننده و اینا. اینو بعد خاموش می‌کردیم یه تست می‌زدیم. تیک آف می‌گیره. می‌تونیم تست کنیم. آره ولی خب لاستیک ماسکو داغ می‌کنه. این فرمونه چیه؟ فکر کنم حساسیت فرمون چیزیه. فکر کنم فرمون گرم کنه. اوه نورمال. اوکی. برای فرمونشه. مثلا حالت ریسینگ فرمون سفته. حالت اسپورت همزم کمپورت الان خیلی مهمه. چه جالب. اینو من خیلی دوستشم. این موده رو نمیدونم چیه. آه موده رانندگیه میگن اینجا. آه اوکی.
نرمال، بعد اس پلاس و اسپورت، بعد ترک و این کیلومتر چه شکلی شد؟ بذار یه چیز خوشگلشو بذار. نه این مال درگه. او اینا رو ما تست نکردیم. این چیه درگ؟ برای بارون و این داستانا. سری دیگه پمپ بنزین بنزین زدیم به اون چیزا. ایون دا. اگه پمپ گاز مشهوره. کسی نیست. چرا یه نفر هست ولی کسی پیاده نمیشه که بنزین بزنه. حالا باید بریم رو آبی قرمز و اینا باید بهش بگیم ببینیم کدوم باید بزنه. سری قبلی من هیوندا گرفتم. شبی 100 درهم. یه چقدر ما گرفتیم اینجا؟ 600 درهم. 600 درهم برای روزی. ولی خب اون هیوندا بود دیگه. یه ماشین معمولی. اکسنت بودم چی بود؟ خب بچه من پشت فرمون نشستم نکته باری که داره آره مهرانینا ول کردم من رفتن اجازه دادم من پشت فرمون بشینم ولی خب من فردای ماشین خفن خودم میخوام رنت کنم و بررسی کنم خیلی خودم دوستش دارم ستون اینجا نداره جاش این شکلیه بعد موندش پشت اینجا یعنی یه جایی داره که برای کمربند باشه میتونی ازش استفاده کنی یعنی من یه دستی نمیتونم اوکی پدال ترمز و دکمه انجین استارت انجین استارت نو پرابلم 5 مینوت پرابلم انجین کاپوت کنسولش من میخوام ببینم این کنسولیه که داره داخلش هم جای یو اس بی و این داستانا هست برای شارژ و اینا کلید میدی دارم که گرفتم یه عالمه کلیدم اینجا داره که برای ست کردن کروز کنترلش و صدا و ولوم و این داستانا هست این طرف احتمالاً برای منو و این داستانا چون الان ارور روغن هم داده فیل لول لو 17 مایل تو ام تی 17 مایل دیگه خالی میشه اینجا لول چیزش رو زده خیلی این خیلی خطریه اینو باید بریم درستش کنیم بنزین بزنیم و نویگیشنش و این داستاناش صندلی افتضاحی داره خیلی داغونه صندلیش باجی صندلی رو هم من گره دستگیری که برای سقفش بود ما مثلا درگیر شدیم من و مهران نمیتونستیم سقفش رو کروک کنیم خب این دستگیره مشکوک بود که اینو کشیدیم اینجوری باید بچرخونیش قفلش آزاد میشه خب بعد که قفلش آزاد شد الان میتونی کروکش کنی ولی هوا گرم این کارو نمیکنه ولی خب میریم حالا یه جای انجامش میدیم اوکی چیز خاصی نیست عقبش جادارتر از نسخه یه چیزه نسخه یه که سقف فلزی داره چون من نگاه کردم اونایی که سقف فلزی داره حالت فست بکه ولی این خورده قلمبه است جا سرت اوکی میتونی سرتو بذاری و رواله و این شکلیه که اینو باید بگیری یعنی این الان جابجا نمیشه در زمانی که این دکمه رو میگیری میاد عقب و میذاری روی دی الان رفت روی دی و ترمز دستیش هم که این شکلی میاری پایین این صدای معروف چیزه 16 مایل دیگه حاجی الان بنزینش تموم میشه این شت او چه ترمز تیزی داره اوکی وای حاجی به این گاز نمیشه داد خیلی تیزه ماشین بهش گاز نمیشه داد اصلا میترسه آدم یکم تو دبی هم خیلی سختگیرانه از آدم راحت نیست اوه ببین بچه ما الان روی دی هم روی حالت درایو هم ولی خیلی پدال گازش حساسه یعنی یه ذره تکون میدی یکی دو تا دنده کم میکنه که جر بده روی حالت اس که میذاریش با شیفترها باید دنده بده یعنی مثبت یعنی دو و کم میکنه اینجوری یک دیگه حالت منوال دنده دستی میشه این قضیه گازی میخوام بدم ولی این قضیه 16 مایل خیلی از 16 مایل میرسه یه باگ بدی که دبی داره اینجا 60 کیلومتر تو باید 60 کیلومتر بری و اتوبان‌های خارج از جاده هم دیگه نهایتاً 130 کیلومتر می‌تونی بری بعد برام سواله خب پس ماشینو برای چی می‌خوای بعد قدم به قدم دوربینه و واقعاً جریمه می‌کنن جریمه هم گرونه واقعاً ماشین حرفه‌ای پرسرعت اینجا به کار نمیاد فقط ماشین گنده جادار راحت به کار میاد آروم هم بره مهم نیست ماشین بعدی که من فردا می‌خوام بگیرم همین بوت دورزه یه چند تا ماشینی که من و مهران داریم نوبتی می‌گیریم و توی ویدیوهای همدیگه بررسی می‌کنیم که این ماشین مهران بود ولی خب منم دارم فیلمشو می‌گیرم چون ویدیو من کنسل شد ما می‌خواستیم بریم اسخاطی های ماشین اجازه بهمون ندادن و من گفتم بگیرم دیگه ولی ماشین بعدی که من فردا می‌خوام رنت کنم این دوج چالنجر خفنه امیدوارم که بتونیم رنتش کنیم و مشکل نخوریم ولی یه چیزی بهتون بگم رانندگی تو ایران خیلی حال می‌ده قوانین نداری حاجی جریمه هم کرد فدا سرت جریمه هم بکنه 60 تومن 100 تومن میخواد جریمه کنه ولی اینجا یه حدود 10000 درهم جریمه میکنه خیلی عدد بالاییه نوری صندلی رو اینجا داره کار نمیکنه میبرم که قسمت نور اینا تو میتونی چیز کنی یعنی روی اتو این شکلیه و مه شکنه و این داستانا رو میتونی اینجا تنظیم کنی وای میتونی لچکی رو بالا پایین کنی و شیشه های جلو و اینم که قسمت آینه است حالا لچکی رو بهتون میگم حالا دکمه لکچی رو که میزنی اون کوچولوها میره هم اینور همون یکی برای سرنشین عقبه حاجی این کاپوتش خیلی قلمه 15 مایل دیگه تا اتمام سوخت اگه میخواید ببینید که وقتی که سقفش کروک میشه کجا میره هم فیلمشو براتون میگیرم و از اهرم بندیاش اینا هم توضیح میدم یه جا وایسیم که من بتونم فیلم بگیرم الان منتظر مهرانینا ایم رفت توی اداره چیزی کار داشت چه دید خوبی داره از اینجا نگاه کن همه چی پیداه خاموشش میکنم که بنزینش تموم نشه وای اینا هم ماستان کروک بودن 4 نفری ها ببین اینو به اول باید باز کنه بعد اونو باید بچرخونی بعد اون دکمه رو بزنی دکمه رو بعد نگه داری بعد آسون بعد افتاد میاد
بوکتی شدم. بعد اینجا انگار سوار موتوری. نگاه کن بک گراند منو. الان موامو باد میبره. نگاه کن انگار سوار موتوری. باحاله. بعد حاجی نمایی که از مهران دارمو نگاه کن. خیلی باحاله توی این ساختمون رو بخوای کروک سواری کنی. حتی الان یه چهار دختر با یه دونه مستانگ رفتن. برج کلیفه. صدا پرنده میاد انقدر باحاله. موتور سوار موتورم. گاز بده گاز بده. خیلی پدال گازش حساسه. به خدا اگه تو ایران سواری همچین ماشین کروکی میشدی گوشتو میزنم. نه موتوریه میومد که من میزد تو کلتو میرفت. خداییش حال نمیده. شما اگه بودید نمیزدید. اگه یارو کچل باشه من میزنم. کچل باشه دستتو اینجوری خیس کنید. تا چطور ممکنه جاش درز داره گیر میکنه کچ میشه بابا میاد اینجا کچ میشه کچ شد اصولش همینه باید کچ ببینه بابا این کم این صاف میاد این صاف میاد اینم گیج میزنه بچه ما اومده پمپ بنزین اینجا بهش میگی باکش سمت چپه بهش میگی خودش فولش میکنه بگو فولش نکنه نصف آره بگو هف هالف میگی اینجا هندی بگو پلیز وایت پلیز فول ایت هالف 100 درهم نو دلار خدا ما رو ببخش خوبه باز هندی تو چنلمون نیست تو الان کمپین حمایت از هندی آره هندی تو چنل من رو هف Give me 4 liters. 4D? 10 liters. 40 بزنم چقدر واکش میاد بالا. احتمالا این 80-90 تا بگیره. خودشون بنزین میزنن. نرمال بنزین زده. همه میگن که خارجی سخته. میگن چه آسونه بیا بنزین. من نمیدونستم اینو میگن بنزین. آره دیگه همه میگن بنزین. چیپ وان. ارزون ترینه. بعد بیاد فیک میشه فیک. خب مرسی میشه مرسی. آقا خیلی آسونه. اونجایی که بری اون کلماتی که بخوای اصلا به کارت نمیاد. بنزین میگن پترول. گیر میفتی. دوباره بنزین بزن نایس حاجی ما ماشینمون 5000 این 4800 ولی صدا اگزوز این خیلی بهتره نه من اینو دوست داشتم باحال بود اینا خب اون خب باحال بود ولی این بهتره دیگه آره این بهتره ولی خداییش اینم خوب بود من پول دادم دلمو نشکنه اینم پول داده داداش 100 درهم شده بعد ما اسکول بازی درآوردیم ما بعد لیت بهش میگفتیم نصف باگ چه میدونه نصف باگ ما چقدره ما خودمون چه میدونیم مثلا نصف باگمون چقدره پاترولی بودا خب حالا من برم گوشی کم کنم آره برو درست نکنی پسر یه چشمکی زد گاز هرز داره میده این انگار نگاه وای گذاشتی رو ان بزنم رو ان گاز بدم دیگه خود چیکار گذاشتی رو ان گاز داده کلاچ منو نداره وای چی داستانی حالا باید برم کنارش گاز بابا تو سرویس کردی رفت یارو نه اینجا رو خیلی صدای اون بیشتر بود یه سره کرده بود اگزوزشو نه ولی اگزوز یه سنگ کنم راست بابا رفتم بود نه این کارو تو حرکت نکن مهران نکن این کارو کلاش نه الان خون گاز نه باید این کارو بکنی عکس شیخ هم پشتش زده بکنم خودش و شیخ ها نه بابا پلاکش هم نه همچی چیز نیست الان چه حسی داری که اومدی یه شیخ احساس پیوزی یه شیخ رو زایر کردی الان میاد جرت میده صبر کن بچه این روخ عقبشه ماشینه حالا بقیه چیزاش هم بهتون میگم سقفش که بسته میشه اون درزه اونجا میفته که خیلی زایه است بالا عقبش هم جنس اینو اسمشو نمیدونم چیه ولی یه چیز باحاله لوگوی مستانگ هم این زیر درش افتاده خیلی باحاله مهران هم اونجا داره ریویو میکنه دیلایت های جلوش هم خیلی خفنه ولی خب انقدری که قیافش خفنه داخلش خفن نیست میدونی سواریش اینا خفن نیست نگاه کن اینو تو چنلش نگاه داره چیکار میکنه ببین به نظر چقدر طول میکشه صف ماشو کنم باز کنم چند ثانیه میخوای بگیرم آره بذار من بذارم تو زدی من اوکیش میکنم
8 ثانیه. نه 8 ثانیه نبود. نه 8 ثانیه. نه 8 ثانیه عالیه. از اون موقعی که 6 اومد پایین من گرفتم دیگه. درسته دیگه. 8 ثانیه به نظر من عالیه. 8 ثانیه دکمه رو که میزنی 6 رو اول میاره پایین. خب بعد سقفشو که باز میکنی اینجا تمام اهرم بندی و لینکاش قشنگ پیدا. من داشتم نگاه میکردم ببینم این اصلا چجوری کار میکنه. البته نور اینجا یکم بده. یعنی مثلا این اهرم بندی ها باید حواست باشه و گوشی چیزی نیفته. خیلی بزرگه. بعد نگاه کن. ماشین قرص و محکمی نیست. منم چون کروکه اینجوریه. حالا نمیدونم من تجربه سوار شدن نسبت به کروک های دیگر رو نداشتم. من داشتم. اگه گفتی چی؟ خر سوار شدم. داشتم این قسمت نگاه میکردم ببینم چه جزئیاتی داره. چون من معمولا اینجا رو نگاه میکنم و برای بچه‌ها هم میگیرم. خب مثلا این ماشین رو بخری. خب نه آقا من به چشم خریدار دارم نگاه میکنم. حالا ماینه فنی تو باشه بهش میری؟ ماینه فنی داره این؟ آره. خب چش چیزیش نیست سالم سال. راهنما بزن. نگاه کن. واه. نگاه کن. تو نمیدونستی اینو. ولی من میدونستم. بعد راهنمای عقب ماشین آمریکایی قرمز نارنجی نیست. بیت باکس حال کرد. آره خیلی. صندوق رو چجوری باید بزنیم؟ نگفت یه صندوق میخواد بزنی. یک ساعت. بابا دکمش اونجاست. واسه تو هر دکمش. بابا من به این دکمه ها مسلط نیستم. چه صندوقی؟ خب سقف کروک ماشین دقیقا میاد این زیر. خب نگاه کن. علاوه بر اون شما فضا داری که بخوای وسیله چیزی بذاری. کاملا فضاش فضای اوکی. من همیشه برام یکی از سوالا این بود که این کروکش سقفش میاد اینجا کجا میره. خب حالا الان یه جای جدا براش گذاشتن و فلز جدا شده. یعنی مثلا اینجا هیچ دسترسی تو سقف نداره. اینجا فلزیه. می‌بینی؟ من اینو خیلی برام سوال بود. اینجا هم نور و اینا رو داره. باحاله. سیستم درش هم این شکلی بسته میشه بازوهای درش. قیافه‌ای که تو این حالت داره چقدر شبیه مستانگای کلاسیکه. اس کردید از این نمای نیمرخ دقیقاً انگار همون مستانگای کلاسیکه. از تو فیلم نگرفتم مهران انقدر ذوق می‌کنی. از ماشین داشتم فیلم می‌گرفتم. یعنی تو خیلی آدم کثیفی هستی. SL43 حاجی من اینو خیلی دوست دارم. رنگش هم رنگ ماته. نمیدونم کاوره یا چیه. رنگش نشه خفنه. آره کاوره. رنگ فابریکش فکر نکنم این باشه. اینم کروک میشه. خوش اومدید به ولای بچه‌ها. ولای کدومتون؟ نه نه ولای منه. ولای منه. اومدید جا تو خالی بانک. اصلا هم خوش نیومدید. و هر با هم دیگه کلی ویدیو بگیریم. گفتی اقامت اینجا رو گرفتی. خونه هم خریدی؟ یه ماشین هم خریده بچه‌ها. به زودی قرار بلاگاش بیاد. آره آره دو بار. بنز یه موستانگ خریده. بنز یه موستانگ. کامرات باله. روش هزینه ما می‌کنیم. مثل شما نیستیم یه دونه دوربین خریدی فقط یه جا می‌شینی. درستش کردم. ها کردی؟ عاد یکو بزنید تو کامنت. یکی از بچهای تازه وارد یوتیوب آوردیم در مورد ماشین من نظر بده. رستت می‌کنم. انقدر انقدر. باشه چوری کاری خودت. نه 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 نه. اوناشش اونجاست. قرمزه؟ نه ابو جدی؟ انقدر ببین این کارش ریاکت ها ممکنه داره ریاکت میره الان. ماشینت میدونستی این جادارتر از ماشین توه؟ فرشا چیز سوگنگ جادارتر ماشین توه؟ اشتباه گفتم. ببینیم اون جور از اول ویدیو رو ببینیم. کلویه جی تی 500 ولی حس میکنم فیکه. جی تی 500 واقعی نیست. کجا کوبیدید؟ نمیدونم کی کوبودش. خیلی خفنه. سقفش در میاد. الان حجم موتور این از ماشین من بیشتره دیگه. 5000. اوه من 3000. آره مال تو 3000. خب و وحشتناک راه میره. این سنگین تر از ماشین منم هستن؟ نمیدونم. خیلی سنگین تر آمریکایی دیگه. نمیدونم ماشین تو وزن چقده. ماشینش چیه؟ بنز سی 300 کوپه است. ولی سقفش آهنیه. شاسی من از ماشین تو خفن تره. اینو تایید کن. آره دیگه. آره نه خب اوکی باشه باشه. تو ماشیناش شاسی. چون که این چیزه. چون که این کروکه. Because این خرشه. سقفو بزن پشمای چیز بریزه. پشمای سوگنگ بریزه. در ماشین تو صدا میده. چه اشکالی خریدی؟ روغن ریزی داره. صدا رو دیدی؟ دوست داشتی؟ آره مبارک باشه. خوشم اومد. چند سیلن؟ 8 8 V8 عقده یا رفتین 8 سیلن گرفتین؟ فردا حق داره به من بگیرین. فردا یه دونه دیگه هم می‌خوام بگیرم. حق داره بگیر. با جارو برقی اومدن. یه دونه بهش بگیر. دو چالنجر می‌خوام بگیرم فردا. دو چالنجر چی؟ چه فرقی داره؟ هم موستانگ و چالنجر کیت کات بود چیه؟ کیت چیه؟ چه میدونم؟ کیت زده بود. کیت کات. آها گربه نه دو شنجر مهم یه مدلی داشت. ردای بود. ردای کت بود فکر کنم. یه چیزی بود. خیلی باحال. نایس نایس. این پولاشونو چه جوری؟ پولاشونو چه جوری خرج می‌کنم؟ بعد من الان درگیر کرایه خونه.
اجاره خونه. خب ما حقیقتا کمکت میکنیم که از این مشکلات زندگی بتونی زودتر بگذری. جدی؟ ولی خب باید سعی کنی روی پای خودت بمونی. کار کنی. من میتونم ببرم جنگل یه خرس بخورم تا راحت شی. با تیر هم بزنم. تو خیلی دیوونم. آره با تیر شاید اول عریضه رو بزنم بعد خرس. چون من نشون میتونم ببرم تو قسمت دیتیلینگ وایسی ماشین دیتیل کنی. این ماشین تمیز کردم 20 درهمه نه؟ این از همه بهتر بود. آره خوب. بزن بشین بشین یه گاز بده. عقدهات خالی کن. بعد صفر شروع کنم. من باش فرقش با ماشین من چقدر. قفل و باز شدنتون با دسته در اینجوری نیست نه؟ چرا هست؟ کیلسه. هست. در ماشین خیلی سبکه، صدا میده. سبک و صدا داره؟ آره. خدایش اینجا صدا میده. آره. ماشین من خیلی سنگینه. صندلیاتون راحت نی؟ آره خدایش راحت نیست. کوچیکه. یه جوریه. دو تا فوشم بده. کیلس استارتره بابا تو بلد نیستی ماشین خارجی رو؟ بزن. خودتو باید بزن. ما اصلا این پشت هولش میدیم تو روشنش. میذاریم دو هولش میدیم. گاز بده. بذار ماشین گرم شه. واه نشون داد بلده ها. دیدی؟ دور موتور بذار بیاد پایین داشم. من فکر نمی‌کردم بلد باشه که باید بذاره گرم بشه. بنز خودمونم داشتم همینطوریه. نرم هست یا نه؟ الحمدلله نرم‌تره. چیه؟ این دستشه. میشه اینجوریه. آخه مال ما برقیه داشتم. آره یه دونه دکمه میزنه میاد. اونم نمیزنم. دنده رو عوضی کنه خودش میره. ماشین هم پارکینگ پی میزنیم داشتم خودش دوره دندش میاد. بذار ببینم بد میاد. این موتور تازه اینجوری گرم میشه صداش میاد پایین. اوه بد میاد ماشینا. ایول. همین عقده صدا ندارم. ببر رو 5000. ماشینا خودش موتورش صدا میده. اگزوز کیت بستن ها. اسکارا. روغن ریزی داری. آره. چینج اویل. چینج اویل سون. سون از پاسیبل. اینا نگاه کن چینج اویل سون. بال کاپوتش فقط تو دهنتونه. آره کاپوتش هم خیلی دیدش پایینه. بعد زاویه پنجرهش ببین شیشه جلوتون هم من دوست ندارم. خب داداش ماشین ماسل کاره حالت چیز داره. ماشین بنز خودم خیلی بهتر. بنز منو بگیر. یکی سوار شد. داز. حالا خوبه ایرانیه. برمیگردم میگم ها چته. حال نکردم خلاص با ماشین. دیدی سوگنگ حال نکرد. منم توی ویدیو مهران گفتم وقتی بنز سوار میشه 3300 دیگه این آقا یه چیزی با سنت وقتی که بنزی بشه دیگه سوار هیچ ماشین دیگه نمیشی همه اینو میگن صندلیش هم راحت نیست. آره نیست نیست واقعا راحت نیست. با سن این بنزیه با سن من تسلاییه. یوتیوبرای بی تربیت ببینید ماشین دو نفر است به عنوان ماشین دوم خیلی بود عقبش ولی از ادریسش هم خوشی داره همش دو نفر است این عقب کیف باشگاه تو بعد بذاری چیزی نمیشه صندلیشو باحاله مثلا من چون که چند تا از اینا دارم معمولا فقط کیف باشگاهمو اسم اون چیه بیسبال چیه دست تنیس هم دست تنیس هم میذارم این پشت ورزشای لاکچری زیاد میکنم آره ما این فرق داره با سی تو اوه حاجی این ببین فقط این سبد فروشگاه رو نگاه کن V8 بعد با گیربوکس 10 سرعتی دو کلاچه چقدر هم بهت میاد بهش بگو گاز بده دختره پلاک جلوش هم نزده ببین چرا پلاک جلوش هم نزده اسل 43 چرا به خاطر اینکه ماشینش چون خیلی قفنه و گرونه یه اینجوریش کردن که پلاک جلوت یعنی سپر جلوت رو نمیخواد سوراخ کنی که پلاک بزنی تو ماشین خالی میبندی یا راست آخه چرا روز شیخ که پلاک یکه پلاک داره اون به خاطر که شوهاف میخواد بکنه پلاک یک نه پلاک 5 رقمی آخه راست میگه پلاکش از ماشین گرونتر نه آخه ماشین شیخ دست دوم بود سوراخ داشت شیخ دست دوم میخره سکیوریتی هم که داره بعد نگاهمون میکنه آره اوکی نمره چون سوار ماشین خودم شدم به این 4 میدم اینا که بن سوار شدن همشون همینجوری ان آخه ببین من هم سوار شدم اینم خوبه اینم اسپورت مال منم اسپورته واسه همین بن نداشتی سوار شدن آره آره بعد زیر پات اون خیلی نرمه شاسی خیلی نرمی داره نرمیه بن واقعا خوبه خلاص بن اسپورته اینم اسپورت اونم اسپورت ولی تنها نکته مثبت این 8 سیلند بودن و اگزوز فیکیه که داری میبینی آقا اوکی بریم بقیه‌اش رو بهتون بگم AMG بن سوارو بگیر AMG بن یه گاز بده ببین شاید عددش زیاد عجیب نباشه ولی شلیک میشی وقتی گاز میدی یه حس عجیبی داره بعد اینم اتوماتیکه یعنی اگه مانوئل بود خیلی بیشتر شتاب داشت ببین مثلا اینجوری وقتی یه شتابش از جای میره بالاتر انگار پاد داره کنده میشه از رو پدال ببین ماشین رو حالت دیه اون رو حالت اسپورت یه حالت بذار بریم یه جای چیز بذار یه جای خلوت روی اسو برم که میشه شیفترهای پشت فرمونش لتس گو من فکر نمی‌کنم آقا بال باشه چون پشتش نشسته بودم ولی خیلی اوکیه ببینم این یه گاز بده ببینم چیکار می‌کنی گاز بده آره یه گاز خفن ها بچه‌ها این گوساله اومد جلومون من میگم
وقتشه مگه؟ من وقتی گاز میدم میترسم. منم خودش میترسم. اصلا یوش لیک میشه. چون که ببین ماشین خودمون هم نیست، عادت نداریم بهش. اگه عادت کنی چیزی هست. ولی شتابش خیلی خفنه. قبول خیلی خیلی. صدا که میده اصلا دو برابر میشه شتاب انگار. احساس صدا داره. احساس قدرت میکنی دقیقاً. گوشیتم افتاد پایین. این قصد شتاب داشت. ایوان بین یه گاز دیگه بده. جانه من حال میکنم. من سر پیشو گاز نمیدم. بذار واکنش خانوما رو میخوای. آره یه گاز بده، گاز بده. هیچ واکنش نشون ندادم. اینا کی ام بابا ما هر روز یعنی هیچ اتوبوسه بود. ما الان می‌خوام بریم تو شهر، اصلا ببینیم واکنش مردم چی. آه چه ماشین خفنی. درصدی کنار ما یه دونه کامارو بود، رد شد. کامارو خفن بود. وای بنی، جلومون چه ماشینیه؟ نه. RS7. یکی از خفن ترین آدیایی که تا الان تولید شده. خیلی باله. من حواسم پرت وای نسادم برای RS6ش خیلی خفن بوده. RS7ش یه سال اومده. آره اگزوزاش گنده است، بعد خیلی باحاله. اصلا اینقدر صداش قشنگه. توش اینقدر قشنگه. رنگش هم ارتشیه انگار. آره، رنگش خاکستریه. بخوای کنارش پارک کنم گاز میده. این گاز میده عالی میشه. 4 در کوپه است، خیلی خوشگله. جون سمت چپش هم میده کوروته. کوروته نگاه، این کوروته مدل پایینه. آره، اینم خیلی قشنگه. به به. بریم کنارش پارک کنیم. برو دقیقاً کنارش ببینم گاز میده. اولین روز ماه رمضان. این پارکینگی شما اونجا می‌بینید معمولاً پره، ولی خدایش هم میده بهش یک تا در ظاهرش. الان که نشستم به ظاهرش نه به رانندگیش و حسابش هش میدم. جدی؟ در تو سرویس. ولی تو ویدیو مهران من به چند دادم؟ 5 دادم، 2 دادم. 5 دادم. 4 دادم. اصلاً حال نکردم. ولی الان که باش دور زدم دیدم نخ. آخه ببین کنفورتش پایینه. قبول دارم. ولی ماشین نیست که دنبال کنفورت بگیری. کنفورت برو تو بنز، برو تو بی ام و، برو چه می‌دونم. ولی این اسپورت دادن و اسپورتش واقعاً واقعاً بالاست. حالا یه سوالی، اگه مثلا تو توی دبی زندگی می‌کردی فقط اجازهش یه ماشین بخری، چه ماشین انتخاب می‌کردی؟ خب فعلا فقط اینو بررسی کردیم. بذار بقیه ماشین‌ها رو هم بررسی کنیم آخر بقیه ویدیو. بین ماشینایی که قبلا می‌شناختی، بین قبلا می‌شناختم بازم بنز برمی‌داری. راحته دیگه، ولی این راحتی نداره، کمر درد می‌گیری. من باشم اینو برمی‌دارم چون تو دبی مسافت کوتاه. اینا رو دور مسافت کوتاه. آره اینا ایوه بزن خریدش. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو اومدین. یه خورده دورش آره. میچرخونیم ویدیو میگیریم. من موستانگ دوست داشتم. چرا گوش میذاشتم اون موستانگ؟ من موستانگ دوست داشتم، راضیش کردم اینم دوست داشته باشه. بیزور خالب کردم به. من عاشق موستانگم. انتخاب فردای حاجی تو ببین. انتخاب فردا مال تو. واو، یه دوج 8 سیلندر خوشگل. هولی شت. نه نظرم عوض شد. بعد اینا اینجوریه. نگاه کن. این دستگیره رو این شکلی می‌زنی، باز میشه که بتونی بشینی، نفر پشتی بشینه بشین. اینا رو من خیلی گفتم. روم وخم بود. نگاه کن. اصلا چیز جالبی نیست این اهرم محرما. هی بزن تو سرش. هی ما تعریفش بگو تو بزن تو سرش. چی میگه این پسر کیه؟ چی میگه؟ ما متوجه شدیم. صندوقش میتونی باز کنی؟ با پیکچر. بله، دکمه داره. بده بالا صندوقش. من یه چیز دیگه هم دیدم خواستم دوباره ببینم. نگاه کن. بعد پیچ MDF زده. اینو برای علی میگیرم. اسپویلر رو بردم پیچ بنیامین نسکن. اوتو هم میزنی دیگه. اینو برای داشلی میگیرم که همیشه میگه همه جا پیچ MDF هست. توی مستاین بالا عقب اینم یه دونه پیچ MDF بود. تو اگه بالا اینا رو با دریل نمیزدی ماشین. نه، ما بدون سوراخ کاری بود. خیلی با کلاس بودیم. نمونهش توی ایران. بدون سوراخ کاری بود. ولی این چیزای بغلو که با دریل میزدی. آره اون که برای آردی بود. رنگ اینا رو من حال نکردم. خیلی رنگش روشنه. آقا دارم میگم حال نکردم. من با گاز دادنش حال کردم، با قیافش حال کردم و با یه سری چیزای دیگه‌اش حال نکردم. خب ببین تو طبیعیه. اوکی، تو اگه با این رنگ حال نمی‌کنی میتونی بری رنگ دیگه رو بخری. تمام شد رفت. باکش هم 65 70 تا میگیره. اگه مثلا تو میری تیشرت مشکی می‌خری بعد میگی من با این رنگ حال نمی‌کنم، خب چرا خریدی؟ اطلاعات بیشتر و خفن‌تر می‌خواید توی چرم مهران همین ماشینو هست. مشترک بودیم ماشین. دونگی دادیم گرون بود. اطلاعات بیشتر بود. من فقط دور زدم و گاز دادم اشغال کردم. بیشتر توضیح دادی، من که توضیحی ندادم. شکست نرسید. مرسی که تا آخر ویدیو اومدید و منتظر ویدیوهای بعدی توی دبی هم باشید. چند تا ویدیو دیگه هم میاد. اگه حال کردی حتما بقیه رو هم ببین.